14 مرداد 1388. به جوانان و دانشجویان و مردم آزاده تهران، به هسته های مقاومت و نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران، با سلام و تبریک به مناسبت 103 سال انقلاب مشروطه علیه استبداد و مشروعه، با درود به روانهای والای سردار ملی ستارخان و سالار ملی باقرخان و کهکشان 103 ساله شهیدان، و با یاد علی رضا نوجوان 12 ساله‌ای که پنج شنبه 8 مرداد در بهشت زهرا بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. راستی که مردم و جوانان و دانشجویان و هسته ها و نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران امروز و پریروز در روزهای 12 و 14 مرداد گل کاشتند، دست مریزاد که بساط قوای سرکوبگر دشمن را لوله کردند و در هم پیچیدند. به رغم همه ترتیبات و تمهیدات حکومت آخوندی، تاق بالاتری زدند، بسا مهمتر و برتر از قیام‌های پیاپی تیر ماه، چرا که مشخصاً ولی فقیه ارتجا و گماشته او را هدف قرار دادند، آن هم در روزهای تنفیذ و تحلیف که برای خامنه‌ای و دیکتاتوری دینی اهمیت حیاتی دارد و با سایر ایام قابل قیاس نیست. در رژیم ولایت فقیه و قانون اساسی آن به نسب رئیس جمهور توسط ولی فقیه ارتجا تنفیذ می‌گویند، یعنی که ریاست جمهوری جدای از هر گونه رأی و رأی‌گیری و نمایش انتخاباتی وقتی نافذ و عملی است که توسط ولی فقیه نصب شود و رأی مردم اصالت ندارد. خمینی در 12 مهر 1358 تقریبا 4 ماه قبل از اولین انتخابات ریاست جمهوری در این رژیم و حتی قبل از اینکه قانون اساسی ولایت فقیه تدوین و تصویب شود، بدون هیچ تعارف و رودربایستی به صراحت گفت: حکم رئیس جمهور اگر همراه با نسب ولی فقیه نباشد غیر مشروع است، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است. خامنه ای هم در مقام رئیس جمهور ارتجا در نماز جمعه اول بهمن 1366 درباره ولایت فقیه و حوزه اختیارات آن بی پرده گفت: اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا و لازم الاجرا کنند؟ در فاشیسم دینی، آنچنان که خمینی در کتابش تعریف کرده است، ولایت فقیه در حکم ولایت بر صغار و قیمومت مهجورین است. اینجاست که ارزش کیفی قیام 12 مرداد و ادامه آن در 14 مرداد روشن می شود. روشن می شود که مردم و جوانان دلیر و بیباک با قیام و تظاهرات و اعتراضات خود در سراسر تهران در روز تنفیذ، که روز نصب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور توسط ولی فقیه باشد، کاری انجام دادند کارستان. سر مار ولایت را نشانه گرفتند و برای برکندن و برانداختن ریشه این شجره خبیثه سینه سپر کردند. چه
چنین بود که جوانان اشرف نشان قیام را یک مدار بالاتر بردند و به آن طاق جدیدی زدند. از آن سو شقه در بالای رژیم اوریان و هویدا شد، آنقدر که خامنه ای ناگزیر به زبان آورد که بعضی از خواص هم البته مردود شدند، این انتخابات بعضی ها را مردود کرد. به این میگویند آغاز پایان و استارت سرنگونی، همان چیزی که تا کنون ولی فقیه ارتجا به شدت از اذعان به آن پرهیز داشت، هرچند که از این پیشتر حتی هادی قفاری هم به خامنه ای گفت مردشور ترکیبت رو ببرند. آخر زمان مردودیت و مرگ و مرحله پایانی نظام ولایت و نادیده گرفتن حاکمیت ملت فرا رسیده و هر کس به زبان خاص خودش به آن اشاره و اذعان می کند. اکنون این خامنه ایست که درباره تجربه شعبده انتخاباتی می گوید تجربه این است که باور کنیم که همیشه امکان ضربه زدن از سوی دشمنان هست. اگر فراموش کنیم که دشمنانی در کمین انقلابند ضربه خواهیم خورد. یک دسته مخالفان عصبانی و زخم خورده هستند. مطمئناً اینها در این دوره 4 ساله در مقام معارضه با دولت برخواهند آمد. آسیب زنندگان باید شناسایی بشوند، مورد مؤاخذه قرار بگیرند، هر کی باشد. خامنه ای میخواهد همان چیزی را بگوید که 3 روز پیش از آن احمدی نژاد در جمعی از بسیجیان به زبان روشن‌تر گفته بود: بگذارید مراسم تحلیف برگزار شود، دولت کارش را شروع کند، یقه‌شان را می‌گیریم و سرشان را می‌چسبانیم به سقف. بیچاره کودن پاسداری که ولی فقیه او صدای انقلاب مردم ایران و کوبیده شدن سر رژیم بر زمین را شنیده، اما برون رفت و تنها راه گریز را در چسباندن سر مخالفان به سقف یافته است. اما نوابغ نظام را هم بنگرید. نوابغ ارتجا از قبیل لاریجانی در مجلس تحلیف احمدی نژاد از قضا در سال روز انقلاب مشروطیت هنوز به تئوری مردم سالاری دینی پک می‌زنند و برانند تا با سخافتی سخت متعارض و برملا شده در طول 30 سال خود را تسکین بدهند. همزمان در اطراف مجلس و در نقاط مختلف تهران پاسداران و بسیجیان و اطلاعاتی ها و لباس شخصی های نظام به تزریق و توسعه مردم سالاری دینی با گاز فلفل و گاز اشکاور و با چوب و چماق و باتون و ماشین های آب پاش اشتغال داشتند. به بیمارستان های اطراف مجلس برای قبول مجروحان و مصدومان آماده باش داده بودند. حرف درست و دقیق را اما آخوند جنتی در جمعه بازار 9 مرداد به زبان آورد و بی تعارف گفت: آیا اتفاق تازه افتاده توی این انتخابات که سابقا نبوده؟ اگر این انتخابات باطل است، تمام انتخابات 30 سال باطل است. این تنها حرف درست جنتی در 30 سال گذشته است. چند روز قبل از آن هم شمه دیگری از مشخصات مردم سالاری دینی و تفاوت آن با مردم سالاری سلطنتی را
در نامه کروبی به وزیر اطلاعات آخوندها آموخته بودیم. کروبی نوشته بود: من از شما میپرسم آیا زندان در جمهوری اسلامی تعریف مشخصی دارد و یا اینکه میتوان مردم را در مسجد، مدرسه و زیرزمین ادارات و وزارتخانه ها روزها نگه داشت و شکنجه روحی کرد؟ این هم از موارد مصرف مسجد و مدرسه و زیرزمین ادارات و وزارتخانه ها در مردم سالاری ولایت فقیه است که از مسجد و مدرسه و دانشگاه تا دین خدا و کتاب خدا شکنجه و شکنجگاه می سازد. آخر این رژیم خودش شکنجه مجسم مردم ایران است، آنقدر که ابتذال دادگاه‌هایش تهوع و انزجار و اعتراض خودی‌ها را هم برمی انگیزد و یکی پس از دیگری از ولی فقیه حکم مردودیت دریافت می کنند. یک نگاه به لیست غایبان مراسم تنفیذ و تحلیف، عمق شقه رژیم، شکستن تلسم هیولای ولایت و همچنین استارت سرنگونی فاشیسم دینی را نشان می دهد. آهای بچه های تهران و سراسر ایران، دلیران بیباک و اشرف نشان، مبادا به قیام های 12 و 14 مرداد و همچنین به عمق شقه و شکاف در بالای رژیم میرای آخوندی کم بها بدهید. قیام به هر قیمت باید بیشتر و بیشتر عمق و گسترش پیدا کند و خواهد کرد. هر که با دیکتاتوری دینی و با ولایت فقیه نیست و هر کس که به حاکمیت مردم و رأی مردم پایبند است با ماست. پیروزی محتوم و در تقدیر است. باید بهای آزادی خلق و میهن را هر چه باشد پرداخت. در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران، رود خروشان خون شهیدان ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. مسعود رجوی، 14 مرداد 1388. جاودان